به برنامه بهبودی جهانی خوش آمدید. این برنامه خدمتی مسیح محور و برپایه ایمان است که به شما امید می‌بخشد و با آن می‌توانید از آسیب‌ها، عادات و هر نوع اعتیاد که بین رابطه شما با خدا ایستاده شفا بیابید. در این برنامه شهادت‌های الهام بخش خواهید شنید به همراه تعلیم و میزگردی پیرامون موضوع مطرح شده. امروز شاهد زندگی هایی باشید که در حین جشن گرفتن آزادیشان تبدیل شدند. از اینکه امروز با ما هستید صمیمانه متشکریم. ممنونم، چه افتخاریه که میتونم امروز اینجا باشم. من مارنیم، ایمانداری که از اعتیاد جنسی بهبود پیدا کرد. سلام. مسیر بهبودی من همینجا توی کلیسای صدبک در نوامبر سال 2000 شروع شد. اون شبو خیلی خوب یادمه. من گریون شکسته بودم، کاملا از واقعیت بیخبر بودم. نگاه من به زندگی خیلی مخدوش شده بود و اعمالم هم از کنترل خارج شده بودن. فکر نمی‌کنم خود دشمنم میتونست این کارو بکنه. اون شب دیدم مردم لبخند میزنن، همدیگر رو بغل میکنن و جشن میگیرن، چون اون شب دهمین سالگرد جشن آزادی بود. من یک ساعت زودتر رسیدم و کاملا بیخبر بودم که جلسه پرستش تا ساعت 7 شروع نمیشه. پس تو چادر شماره 3 نشستم و به تمرین گروه موسیقی گوش دادم. یادم میاد اونجا نشسته بودم تنها، چادر کاملا خالی بود، فقط یه مش آدم این ور اون ور میرفتم و اونجا رو آماده میکردن. همینطور که به اطراف اون چادر بزرگ خالی نگاه میکردم، اشکام شروع به ریختن روی صورتم کرد. نمیدونستم اونجا دارم چی کار میکنم. همه چی در درونم میخواست من بلند شم برم بیرون. این نشونه این بود که هنوز در این کار بودم. من مدام همون فکرها رو میشنیدم که هی تو سرم تکرار میشدن. فکرهایی مثل مشکل این آدم ها خیلی بدتر از کاریه که من تا حالا کردم. آره، و هر کاری هم که من کردم مطمئنم که خودم تنهایی میتونم درستش کنم. همینطور که این افکار خیلی بلند تو سرم میچرخیدن، میتونستم موسیقی پرستشی رو در پس زمینه بشنوم، اما به یه دلیلی نمیتونستم خودم از اون صندلی بلند کنم و اونجا رو ترک کنم. از جام پریدم وقتی یه مرد اومد پیشم، دستاش رو شونم گذاشت و گفت ببخشید اما این صندلی گرفته شده. با خودم فکر کردم نه، این خیلی غریبه، تمام این چادر خالیه و حالا این مرد غریبه بهم میگه این صندلی گرفته شده. یکم زمان برد تا متوجه بشم داشت شوخی میکرد، اما میدونید فقط با همون چند تا کلمه ای که گفت آره، من احساس راحتی و آزادی کردم، حس مورد استقبال گرفتن داشتم و کمتر غریبی کردم. اون شب توی کلاس شماره 101 شرکت کردم، جایی که برای اولین بار رازم رو اعتراف کردم. از بین 10 تا خانمی که اون شب اونجا بودن، هیچ کدومشون درباره اعتیاد صحبتی نکردن. آخرین نفری بودم که با یه صحبت میکردم و حس کردم کاملا از معیارم خارج شدم. میخواستم در مورد چیزی صحبت کنم که سالا نمیتونستم. من به شوهرم خیانت کردم. درست لحظه بعدش شروع کردم به گریه کردن. این همین بود، همون چیزی که گفتم. خانمی که اون شب کلاس 101 رو رهبری میکرد به جلو اومد، دستمو تو دستش گرفت. برای اولین بار بهم گفت همه چیز درست میشه و اینکه من جای درستی اومدم. خیلی وقت قبل از اینکه به دنیا بیام آشفتگی تدریجی در خانوادم بود. قبل از اولین سال روز تولدم والدینم برنامه طلاقشونه که به دلایلی که برام نامعلومه ریخته بودند. من و خواهرم برای زندگی با پدر و پدر بزرگ و مادر بزرگم با هوایی فرستاده شدیم. از همون وقتی که رسیدیم پدرم به راحتی عاشق گناه شد. پدر بزرگ و مادر بزرگم به صورت غیر رسمی توافق کردن که از ما به عنوان بچه های خودشون مراقبت کنن. خاطرات اولیه بچگی من سالهاییه که با پدر بزرگ و مادر بزرگم تو هوایی گذروندم. اونها در مورد عیسی با من صحبت کردن و از طریق نمونه هایی که از اونا می دیدم ارزش های مسیحی رو یاد گرفتم. خدا رو شکر اونها به هم نشون دادن چطور توی خانواده طبیعی زندگی کنم. اما والدینم از طرف دیگه شرور و نقطه مخالف اونها بودن. پدرم دائم الخمر بود و مشتاقانه به زنها نگاه می کرد. من پدرم رو تماشا می کردم که از یه رابطه وارد یه رابطه دیگه می شد و اعتیادش رو به پورنوگرافی و الکل می دیدم. یه روز حس کنجکاویم باعث غافلگیر شدنم شد. وقتی داشتم اطراف خونه تجسس میکردم، کلکسیون پلی بوی پدرمو که زیر کمدش پنهان بود پیدا کردم. حس کردم به یه راز برخوردم و از اتاق فرار کردم. اغلب پدرم من و خواهرمو به سمت خونه دوست دخترش میبرد. ما رو توی اتاق جلوی میذاشتن و بهمون میگفتن تلویزیون نگاه کنیم تا پدرم و دوست دخترش تو اتاق خواب کارشون رو انجام بدن. حتی تو اون سن کم کاملا میدونستم دارن چیکار میکنن. من اینو به عنوان یه شیوه زندگی کاملا قابل قبول می دیدم. آره، این ناکارآمدترین و بدترین نوع بود.
مادرم که بهش ایدی میگم برام یکم سخته که در موردش صحبت کنم. اون شخصیت دو قطبی متغیر الکلی ولی بدون الکل داره. بهترین چیزی که از مادرم یادم میاد اون از نظر فیزیکی، کلامی و عاطفی آسیب زننده بود. به عنوان یه بچه کوچیک میتونم به یاد بیارم که نیمه شب و وقتی پدرم خواب بود با جیغ و دادهای مامانم برای اینکه چرا هموم تمیز نیست بیدار میشدم. یادم میاد یه روز ماشین خراب شد. ایدی مجبورم کرد 30 مایل رو تا خونه پیاده برم، در حالی که بهم امر و نهی میکرد باید جلوی اون راه میرفتم و اگه بهم میرسید منو میزد. هر وقت قرار بود به یه رویداد مخصوصی مثل جشن تولد یا رقص مدرسه برم، یه سری اشکال شب قبلش میساخت تا هر شانسی رو برای رفتنم به اونجا خراب کنه. یه بار داشتم آماده میشدم که برای جشن تولد یکی از دوستام از در برم بیرون. اون موقع ایدی در یکی از مراحل متغیرش بود. همه کابینت‌های آشپزخونه رو باز کرد و همه ظرفا رو روی زمین ریخت و به میلیون‌ها تکه تبدیل شدن. بهم گفت باید همه اون‌ها رو تمیز کنم قبل از اینکه بخوام به اون جشن تولد برم. اتفاقی که بیشتر از همه یادم مونده بود این بود که داشتم آماده می‌شدم که به یه اردوی کمپینگ برم. ایدی یه کشیده خیلی محکم به صورتم زد که دندونم به لبم خورد و صورتمو پاره کرد. لازم نیست که بگم لبم تمام روز باد کرده بود. به همه گفتم که داشتم غذا می‌خوردم و چنگالم فرو رفت. اما همه حقیقتو می‌دونستان. در دوران بچگیم عروسک دست ایدی بودم. خفه کردن و فرار از آینه اتفاقاتی بودن که به طور مرتب تکرار می‌شد. من با وسیله‌هایی مثل لامپ، چنگک، کفش پاشنه بلند یا هر وسیله دیگه‌ای که در دسترسش بود کتک می‌خوردم. برای اینکه تعامل کنم به یه زندگی خیالی پناه بردم که پر از افکار شهوت آلود و تصاویر مستهجنی بود که تو ذهنم جا می‌دادم. من ساعت‌ها رو تختم می‌موندم و درباره رفتارهای جنسی خیال پردازی می‌کردم و اون رویاها رو بارها و بارها تو سرم تکرار می‌کردم. احتمالاً نمی‌تونم اینقدر زمان داشته باشم که همه سوء استفاده‌های شکنجه‌آور و ظالمانه ای که متحمل شدم و بازگو کنم. بذارید بهتون اطمینان بدم که فقط سطحی گفتم و حالا میخوام تأثیراتشو با هاتون در میون بذارم. والدینم الان کاملا برام بیگانه هستن. در سن 17 سالگی خودم را از قید و بند رها کردم. قانونم به عنوان یه بالغ شناخته میشدم. وقتی بالاخره آزاد شدم تصمیم گرفتم چرخه دیوونگی که باش زندگی کرده بودم و بشکنم. اما نتیجهش این شد که قسمتی از محیط اطرافم شدم. تابستون بعد از پیش دانشگاهیم با دوست پسرم بعد از مدتی طولانی به هم زدم و به هوایی برگشتم. دو ماه بعد به کالیفرنیا برگشتم و برنامه‌ای برای خودم داشتم. می‌خواستم به دانشگاه برم. تو دانشگاه محلی اونجا ثبت نام کردم و تو شاخه علوم انسانی شروع به درس خوندن کردم و در نهایت لیسانسمو گرفتم. کمی بعد از اینکه از هوایی برگشتم با محبوب دوران دبیرستانم آشتی کردم و جون سال 1998 ازدواج کردیم. ازدواج برای ما سختی شروع شد، گرچه به مدت 8 سال قبل از ازدواج با هم قرار می‌ذاشتیم، اما به نظر می‌رسید اون لحظه ما فرسنگا از هم دوریم. زمانهای سختی داشتن صورت خارجی به خودشون می‌گرفتن. ما از نظر مالی در کشمکش بودیم و با والدین اون زندگی می‌کردیم. من ناناور خونه بودم، باید هر روز صبح بلند می‌شدم و برای کار کردن آماده می‌شدم، در حالی که بقیه خانواده خونه می‌موندن. به عنوان یه تازه عروس چیزهای زیادی بود که آرزوشون رو داشتم، اما تلخی، رنجش و نفرت شروع به کشیدن یک تصویر زشت کردند و رویاهای یک زندگی طبیعی در نهایت کنار گذاشته شدند. ماها و ماها با بحث و سوء رفتار فیزیکی و کلی وعده های شکسته شده سپری شد. احساس میکردم انگار دارم در جا میزنم. احساس میکردم داره ازم سوء استفاده میشه، بهم بی احترامی میشه و ازم قدردانی نمیکنن. احساس میکردم انگار هیچ صدایی ندارم و اینکه رویاهامو دزدیدن و از همه بیشتر نظر عاطفی کم بود شدید داشتم. اون موقع بود که رفتارم از همه گسیخته شد و تبدیل شد به خشم غیر قابل کنترل و تنها راه هم زنا بود. تنها 10 ماه از ازدواجم وارد رابطه دیگه ای شدم. این مدت زندگیم هیچ حس خوبی نداشت. توجه مرداری رو که به سختی میشناختمشون و اونها هم به سختی منو میشناختن جلب میکردم. هر روز بیشتر و بیشتر از ازدواجم جدا میشدم. فکر میکردم کنترل دست خودمه. در نهایت کاری کردم که فکر میکردم میخوام انجام بدم، اما در عوض با قوانین کسی دیگه ای داشتم زندگی میکردم. اما در قلبم میدونستم یه چیزی اشتباهه. من اون احساسات نادیده گرفتم و جوشونو با خیال پردازی شفت و لود پر کردم. زندگی من تا به حد دیگه زندگی دوگانه پیشرفت کرد. بر اساس موقعیت نقاب‌های مختلف می‌زدم و عملکردهای متفاوتی داشتم. در محل کارم متعادل با ژست مناسب و حرفه‌ای بودم. با لبخند روی صورتم از در بیرون می‌رفتم. وارد محل کارم می‌شدم، درو می‌بستم و با پورنوگرافی توی اینترنت و اتاقای گفتگو خودم از پا در می‌آوردم. در نقطه مقابل این وقتی که با دوستای دانشگاهیم بودم یه بچه بودم و نقش مارنی معصوم و وابسته رو بازی می‌کردم. اما مارنی واقعی مارنی رها شده بود. بعد از ساعت‌های کاری بیشتر وقت‌های آزادم و توی بارها و کلوب‌ها با پسرا بودم.
میتونستم جوکای زشت بگم و مثل یکی از همون پسر رو باشم. هرچی بیشتر مشروب میخوردم بیشتر حرف میزدم و هرچی بیشتر حرف میزدم بیشتر شرایطم و مقصر میدونستم. اینطور رفتارهای متقابلم شروع به شک گرفتن کرد. وقتی به خودم گرسنگی میدادم به این حس رو میداد که دارم برای خودم تصمیم میگیرم. من تصمیم میگرفتم چی تو بدنم بریزم، تصمیم میگرفتم چه شکلی باید باشم. تو همون سال تصمیم گرفتم تو ماراتون لس آنجلس شرکت کنم. اونقدر دوست داشتنی بود برام که سال بعد در حالی که هنوز در اعتیادم بودم تمریناتم رو دوباره از سر گرفتم. به منظور دوباره مسابقه دادم و سعی کردم زمان سال گذشتم رو حفظ کنم. به شکل وسواس‌گونه‌ای شروع به تمرین کردم. هر روز بین 12 تا 15 مایل می دویدم و کلن چیزی که می خوردم یه مش انگور بود و بیش از اندازه در روز نوشابه می خوردم. شکل بدنم اهمیت زیادتری پیدا کرده بود. حالا دیگه در تلاش بودم که به هر قیمتی شده قیافه کاملی داشته باشم. این شیوه زندگی به اعتیاد جنسیم وصل شد و باعث شد بدنم ضعیف و بی‌قوت بشه. وزنم 41 کیلو شده بود و فهمیدم بیماری آمیزشی گرفتم. با سرعت داشتم خودم رو نابود میکردم. ناامید و سردرگم تلفن رو برداشتم و به کلیسای صدلبک زنگ زدم. با یکی از مشاوران اونجا صحبت کردم و یه اسم علکی به ایشون دادم و گفتم که ازدواجم چقدر داغون و خراب بود. متقاعد شده بودم که اگه اون مشاور همه حقیقت رو درباره زندگی و وضع خونم بشنوه قطعا بهم اجازه میده شوهرم طلاق بگیرم. اما اون کارو نکرد. در نتیجه دو روز بعد دوباره زنگ زدم تا به یکی دیگه صحبت کنم. این یکی حتی با من موافقم نبود. با خودم فکر کردم این اشخاص اصلا منو نمیشنون. شروع کردم به فهرست کردن دلایلی که چرا تو این لحظه باید منصرف بشم، اما نشدم. تقریبا 3-4 بار زنگ زدم تا کسی رو پیدا کردم که بالاخره متوجه شد. اون تقاضای کمک منو شنید، به هم گفت که میفهمه چه احساسی دارم و حتی یکم از دردهای خودش رو با من در میون گذاشت و پیشنهاد داد که سازمان خدماتی جشن آزادی رو امتحان کنم. تقریبا 2 ماه طول کشید تا نصیحتش رو قبول کنم. تو اون مدت ارزشای مسیحی که تو بچگی بهم یاد داده بودند و با خشم و رنجشم نسبت به خدا دفنشون کرده بودم و به خاطر آوردم. اون خیلی دوستانه توجهمو به خودش جلب کرد. اون موقع بود که فهمیدم من اصلا خودمو درک نمی‌کنم، چون واقعا می‌خواستم کاری رو که درست انجام بدم اما نمی‌تونستم، بلکه کاریو که نمی‌خواستم و ازش متنفر بودم رو انجام میدادم. من به خوبی میدونستم که دارم اشتباه میکنم و باطن بد من ثابت میکرد که من با شکستن این قوانین موافقم، اما نمیتونستم به خودم کمک کنم. گناهی درون من بود که قوی تر از من بود و باعث میشد من این کارهای شرورانه رو انجام بدم. درد به شکل دوستانه ای از ترس بزرگتر شد. من به انتها رسیده بودم. 2 ماه بعد از اولین شب صادقانه در جشن آزادی مطالعه قدم ها برای بانوان باز شد، تنها با تمرکز بر روی اعتیاد جنسی بانوان. پس یه سری از کتاب های کار جشن آزادی و کتاب مقدس بهبودی برای زندگی رو برداشتم و کار رو روی 12 قدم رو با خانم هایی که میتونستم باشون صحبت کنم و اونها هم میتونستم با من صحبت کنن شروع کردم. متوجه شدم که اون جنگ درونی که داشتم اصلا غیر معمول نبود. اون موقع بود که شروع کردم به درک اینکه چطور دردهایی گذاشتم نقش زیادی رو در رفتارهای الانم ایفا می کنند. اینو متوجه شدم که توی چرخه ای از اعتیاد بودم و اینکه در تمام زندگی مردها رو شی و سوژه می دیدم و هرچی که در بچگی یاد گرفته بودم و تقلید می کردم و اینکه من رازهای خیلی زیادی رو نگه داشتم و با گفتنشون با صدای بلند قدرتشون برداشته می شد. ممنونم. مهمتر این که متوجه شدم چقدر توی رابطم با مسیح دور افتادم. مشکلاتم خیلی بزرگتر از این بودن که بتونم حلشون کنم و اثرم هم زیادتر بودن. در ضمن گناهام بیشتر از حد شمارش بود و همه جوره خوردم کرده بود و من خجالت میکشیدم سرمو بلند کنم. بعد از انجام اصل 4 بود، یعنی زمانی که من پی بردم اشتباهاتم رو بررسی کردم و اونها رو به خودم، به خدا و به شخصی که بهش اعتماد داشتم اعتراف کردم، که شفای حقیقی شروع شد. خوش به حال پاک دلان، اون موقع بود که وعده آزادی خدا رو شنیدم و دست از بازی کردن برداشتم و اون موقع فهمیدم که هر چیزی که پنهان بشه نمایان میشه و هر رازی برملا میشه. پس هر چی که در تاریکی گفتی در روشنایی روز شنیده خواهد شد. از همون لحظه که گناهانم رو پیش پای مسیح ریختم و از اعتیادم برگشتم، خدا منو بی گناه اعلام کرد. او اتهامات رو مطرح کرد و به ضد شما ثابتش کرد. یه لیست از دستوراتش که شما ازشون اطاعت نکردید. بعد این لیست گناهانتون رو برداشت و با میخکوب کردنش بر صلیب مسیح نابودش کرد. من به کار بر روی اصول کتاب مقدسی به برنامه‌ام ادامه دادم تا اینکه 1 سال بعد متوجه شدم 12 قدم دیگه هم نیاز دارم. این بار ازم خواسته شد کمک رهبر باشم.
اون سال من کمک رهبر گروه اعتیاد جنسی بانوان رو در جمعه شب ها شروع کردم و شروع کردم به حامی شدن برای خانم های دیگه ای که با اعتیاد جنسی زنان درگیر بودن. وقتی اونها اولین قدمشون رو در میان میگذاشتن، من میتونستم به این خانم کمک کنم. این بهبودی منو به یه مرحله دیگه برد. سومین سال بهبودیم سال رمز آلودی برام بود. من مطالعه قدم های خودم رو شروع کردم، نامطمئن از تواناییم برای رهبری. من با میل خودم همه اون چی که بودم و اون چی که شدم رو تقدیم کردم و به یاد داشتم که دل انسان در طریقش تفکر میکنه، اما خداوند قدم هاش رو استوار میسازه. امروز حتی یک دوست مرد هم ندارم که بهش به عنوان برادرم در مسیح فکر نکنم. وقتی وارد اتاق میشم نگاه نمیکنم ببینم مرد ها به هم نگاه میکنن یا نه. در عوض بلافاصله به دوست دخترم نگاه میکنم. با شوهرم تو رابطمون آشتی کردم و امروزم روابطم بر پایه صداقت و اعتماد بنا شده. ممنونم. ممنونم. نمیتونم براتون توصیف کنم که اون اولین شب جشن آزادی چه تأثیری روی من گذاشت. در واقع عده کمی در اونجا تو جشن آزادی میدونن که این سازمان خدمتی چه تأثیری رو زندگی من داشته. بعضی افراد امروز اینجا نشستن که حتی شاید خودشونم نمیدونن که چقدر توی بهبودی من مفید بودن. اون مردی که شب اول دستش روی شونم گذاشته بود سی جی بود. بر هر کسی که سی جی رو میشناسه. اون خانومی که توی کلاس مشارکت جدید 101 منو در آغوش گرفت برندا بود. اون مشاوری که به این پیشنهاد داد جشن آزادی رو امتحان کنم لیسا بود. رفتارهای محبت‌آمیزی که اونجا بود و خدمتاشون به این سازمان خدمتی منجر به پیشرفت من در بازیابی و بهبودیم شد. من تو این 3 سال دوستای خیلی زیادی پیدا کردم، دوستای واقعی. اونها قلبمو به چالش کشیدن تا به عالی‌ترین راه صحبت کنم. اونها وقت گذاشتن و مشتاقانه بهم گوش دادن و احساسات واقعی منو گرفتن. اونها به ورای کلمات و به عمق قلبم نگاه کردن. همچنین مایلم قدردانیم رو از همسرم ابراز کنم که در طول سالها خیلی بهم کمک کردن تا هر کدوممون امروز اینجا باشیم و همدیگر رو در پیش بردن مسیر زندگیمون هدایت کردیم. ممنونم به خاطر همه چی. همچنین از تینا به عنوان حامی ممنونم. گرچه فقط به عنوان حامیم شروع کردی، اما دوستیمون به یه چیز خیلی بزرگتر از اون چی که هستم رشد کرد و بیشتر از اون چیزی که میتونستم تصور کنم. من عاشق صحبت شیرین و طولانیمون تو سفرهامون به دنیس هستم. تو منو تو قدم هم هدایت کردی و واقعا مایه قوت من بودی. تو منو شکل و فرم دادی تا اون کسی بشم که امروز هستم. میدونید زمانی بود نمیخواستم اقرار کنم که چه گناهکاری بودم، اما عدم صداقتم باعث بدبختیم شد و روزام رو پر از ناامیدی میکرد. تمام روز و تمام شب دستت روی من بود. قوتم تو روزهای گناه آلودم چون آب بخار شده بود، تا اینکه گناهم رو نزد تو اقرار کردم و دست از پنهان کردنشون برداشتم. به خودم گفتم گناهامو پیش خداوند اعتراف میکنم و منو میبخشی. همه تقصیراتم تموم شد. خداوند میگوید بیایید تا هم دیگر رو محاجه نماییم. اگر گناهان شما مثل ارغوان باشد مانند برف سفید خواهد شد، و اگر مثل قرمز سرخ باشد مانند پشم خواهد شد. ممنون برای این فرصتی که بهم دادید. من خیلی خوشحالم که اینجا شرکت کردم. ممنونم. همه شما به جشن آزادی خوش آمدید. من جانی هستم، ایمانداری که با اعتیاد به الکل و وابستگی درگیرم. خیلی خوشحال هستیم که امشب اینجا هستید. اگه اولین بار اینجایید خوش اومدید. خوشحالیم که اینجا با ما هستید و اگه مدت زیادی اینجا میایید بهتون خوش آمد میگم. امشب میخوایم درباره اصل 4 صحبت کنیم. اصل 4 میگه بی پرده اشتباهاتمو بررسی کرده و اونا رو به خودم، به خدا و به شخصی که به او اعتماد دارم اعتراف میکنم. متی باب 5:8 میگه خوش به حال پاک دلان. و به قدم 5:12 قرآن مسیح محور میرسیم که میگه ما به خدا، به خودمون و به یه انسان دیگه طبیعت کامل اشتباهاتمون رو اقرار کردیم. و یعقوب باب 5:16 میگه نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. حالا امشب میخوایم به یکی از اون چیزایی که تو روان بهبودی پیش میاد و بعضی وقتا معنی نمیده نگاه کنیم. یکی از همون چیزایی که بهش نگاه میکنیم و میگیم آره میدونید فکر میکنم میخوام این یکی رو جا بندازم، آخه چه آسیبی میبینم، من که مجبور نیستم همه اصل رو انجام بدم، مجبور نیستم همشون رو کامل کنم. اما مسئله اینه که اگه از اینکه بگذریم یا فقط نصف انجامش بدیم از دست دادیمش. و در واقع اگه به این روند متعهد نباشیم و 100% سفر بهبودیمون رو طی نکنیم، امکان داره کلا به آخر این سفر برسیم.
پس امشب میخواییم درباره چیزی صحبت کنیم که هیچ کدوممون واقعا دوست نداریم انجامش بدیم، اما احساس خیلی بهتری داریم وقتی انجامش میدیم. ما میخواییم درباره اقرار و پذیرفتن اشتباهاتمون صحبت کنیم. در مورد شما نمیدونم، اما من دوست ندارم وقتی خراب کردم اقرارش کنم. دوست ندارم به کسی بگم که اشتباه کردم، هرچند این کارو میکنم، اما دوست دارم وقتی کسی باید بهم بگه که اشتباه کرده، اینا واقعا دوست دارم. حالا مدتی قبل چند هفته پیش ما درباره این صحبت کردیم که اعتراف چیه و چه ارمغانی برامون داره. امشب میخواییم به اون بخش از اعتراف که اقرار گفته میشه نگاه کنیم. حالا آیا باید همیشه هر چیزی رو جلوی هر کسی اقرار کنم؟ چطور بدونم جلوی کی اقرار کنم و چی بگم؟ امشب درباره این چیزا صحبت میکنیم و بذارید اینو بهتون بگم. شما مجبور نیستید اینجا بیستید و به همه چیزتون رو بگید، بلکه شما نیاز دارید یه نفر رو پیدا کنید. و امشب میخوام به این نگاه کنیم که وقتی این کارو میکنید چی از دست میدیم و همچنین چه کسی رو باید اینجا پیدا کنیم که اشتباهاتمون رو بهش اقرار کنیم. حالا به همون اندازه‌ای که این روند اقرار اشتباهاتمون رو دوست داشته باشیم، احساس بهتری هم داریم وقتی میخوایم تموم بشه. آیا تا حالا اونقدر پر از استرس شدید شدید که دیگه ندونید چی کار کنی؟ داره؟ به موقعیتتون نگاه کردید و گفتید اوف من دیگه کم آوردم، اصلا نمیدونم چجوری اپسش بر بیام، شاید مسئله مالی بوده. میدونید که بیشتر از اون چی که در میارید دارید خرج میکنید. به قبضاتون نگاه میکنید و میگید اینا باید توی ما پرداخت بشن. درسته، وقتی اینا پیش خودتون نگه میدارید و اگه این کارو کرده باشید میدونید که چقدر میتونه باعث تحلیل آدم بشه، اما وقتی وضعیتتون رو پیش یه مشاور مالی میبرید یا وقتی که میشینید و با همسرتون دربارش حرف میزنید، احساس خوبی بهتون میده. شما هنوز هیچ چیزی درست نکردید، هنوز هیچ کدومو پرداخت نکردید، هنوز از اون شرایط بیرون نیومدید، اما احساس بهتری نسبت به مسائل پیدا میکنید، چون شما در قسمت از یه روندی هستید. یا حتی شاید خیلی هم حالتون بد بشه، اما اینو در عمق درونتون میدونید که مشکلی هست و شما مریض هستید، پس کارایی رو میکنید که میدونید نباید بکنید. میرید تو اینترنت و علامت های ظاهرتون رو جستجو میکنید، اما این کارو نکنید. هیچ وقت این کارو نکنید. این ایده واقعا وحشتناکیه. مهم نیست چی توی قسمت جستجو مینویسید، بهتون میگه که شما دارید میمیرید و من اینو میدونم چون خودم این کارو کردم. خودم هم این کارو کردم. خیلی وقتم نیست که اینترنت رو باز کردم و سردرد رو جستجو کردم و میدونستم که دارم میمیرم، چون اینترنت بهم گفتش که آره تو میمیری. پس رفتم پیش دکترم که بهش بگم که دارم میمیرم، چون دکتر توی اینترنت هم اینطور بهم گفته بود و اون زمان زیادی رو با اون وقت گذاشت و خیلی با من صبوری کرد، چون بعضی از مسائل منو که به خاطرش این احساسات رو داشتم میدونست و فقط گفت ممنونم که اینا رو بهم میگه، اما گوش کن، گاهن سردرد فقط یه سردرده. حالا بعضی اوقات خبرای بدی بهتون میرسه، اما حتی اگه خبر بدی همین رفتن به دکتر و اقرار به اینکه نیاز به کمک دارید و حس خوبی ندارید بخشی از روند شفاتونه، حتی اگر این روند طولانی و بدون لذت بوده باشه. بله، پس ما باید به جایی برسیم که اجازه ندیم دردامون ما رو گیر بندازن و باید به جایی برسیم که دردامون نهایتا بتونن پذیرفته بشن، چون که داریم کمک میگیریم. پس بیایید یه بار دیگه به قدم پنجم یه نگاهی بندازیم که میگه ما به خدا، به خودمون و به یه انسان دیگه طبیعت کامل اشتباهاتمون رو اقرار میکنیم. اصلا چرا باید این کار رو بکنیم؟ چرا اشتباهاتمو اقرار کنم؟ خب حقیقت اینه که این قسمت از راست چهارم اغلب برای اشخاص مشکله. اشخاص بعضی وقتا به من میگن که اصلا چرا باید این کارو پیش کس دیگه ای بکنم؟ مثل اینه که خیلی خب من مشکلی ندارم که به خودم اشتباهاتمو اقرار کنم و همیشه این کارو با خودم میکنم، حتی اگه سعی کرده باشم خودمو گول بزنم. من معمولا حقیقتو میدونم، مخصوصا اگر از این کار بیرون اومده باشم، حتی شاید با اینم مشکل نداشته باشم که حقیقتو پیش خدا اقرار کنم. ما جلسه قبل این باره صحبت کردیم که وقتی پیش خدا اعتراف میکنیم اون خودش از قبل میدونه و ما فقط توافق میکنیم باهاش. پس اما من واقعا نمیخوام در بارش با یکی دیگه حرف بزنم. نه من خیلی ممنون، من نمیخوام این کارو بکنم، چون اکثر ما مدت ها در زندگیمون رازها رو نگه میداشیم و اون رازها به ما صدمه میزدن. ما عوارض از دست دادن انرژی احترام به خود رو میپردازیم و مجددا به اسارت همون عادت های وابستگی گذشته در میایم. اما اقرار با صدای بلند گفتن اون رازها به شخص دیگه قدرتشون رو ازشون خلع میکنه. اونا خیلی از قدرت چسبندگیشون رو به ما رو از دست میدن. وقتی که به زبان میان، همونطور که به همسرمون یا کسی که بهش اعتماد داریم اقرار میکنه مشکل مالیمون رو، این بار رو از دوشمون بر میداره و به ما اجازه میده که با هم حملش کنیم. همونطور که اقرار به گم شدنمون، به ما این آزادی رو میده که راه رو بپرسید یا حداقل توی جی پی اس پیداش کنید تا بتونید به اونجایی که باید برید برسید. همونطور اقرار به این که حالتون خوب نیست، این قدرت رو بهتون میده که برید پیش دکتر ازش کمک بگیرید. همچنین وقتی به چیزای دیوونه کننده و ناتوانیتون در تغییرشون و افسار گسیختگی زندگیتون اعتراف میکنید، این شروع این رونده که به ما کمک میکنه که در مسائل قوت داشته باشیم. اقرار به اشتباهاتمون پیش یه نفر دیگه قسمتی از این رونده، قسمتی از شفاست، اما هنوز
ما میترسیم رازمون رو پیش دیگری اقرار کنیم، حتی کسی که بهشون اعتماد داریم. میترسیم بهشون بگیم تو زندگیمون چی میگذره. بعضی وقتا فکر میکنیم هر چی داریم و از دست داریم میدیم و هیچی به دست نمیاریم. میخوام بهتون بگم که اگه به این روند اعتماد کنیم، چیزایی که داریم ما از دست میدیم و چیزایی هست که ما میخوایم از دست بدیم، اولین چیزی که از دست میدیم حس انزوا طلبیمون هست. یه نفر در کنار ما ایستاده و وقتی این اتفاق میافته، این احساس تنها بودن از بین میره. عدم تمایلمون رو در بخشیدن دیگران از دست میدیم. میبینیم که مردم ما رو میپذیرن و میبخشن و همینطور اون وقت ما هم میتونیم دیگران رو ببخشیم. این بخشی مهمی در روند بهبودی ماست و نیاز به عمل کردن داره. و شاید کسایی تو زندگیتون هستن که الان فکر میکنه جانی نه، من هیچ وقت نمیتونم اون شخص رو ببخشم. اما وقتی میبینیم که دیگران میتونن ما رو ببخشن، یا حداقل این پروسه رو شروع میکنیم که میبینیم شکسته هستیم، به بخشش نیاز داریم و شاید یه روز بتونیم اون شخص رو تو زندگیمون ببخشیم. بعداً درباره این صحبت میکنیم، خیالتون راحت. اما اینجا جاییه که میبینیم ما قادر خواهیم بود که دیگران رو ببخشیم. همچنین ما غرور اشتباه و متکبرانمون رو از دست میدیم. ما میبینیم که دقیقاً کی هستیم وقتی که به یکی دیگه میگیم، وقتی با یکی دیگه درباره چیزهای واقعی در زندگیمون صحبت میکنیم. سخته که اون تصویر متکبرانه از خودمون رو حفظ کنیم. این یکی از دلایلی که ما اول صورت برداریمون که دربارش صحبت کردیم انجام میدیم. پس وقتی این روند رو شروع میکنیم، غرور باد کردمون از دست میدیم. همچنین حس انکارمون هم از دست میدیم. صادق بودن پیش یه شخص دیگه انکارمون رو در هم میشکنه. کمک میکنه احساس پاکی و صداقت داشته باشیم، چون دیگه تلاش نمیکنیم وانمود کنیم که همه چیمون خیلی کامله. چقدر انرژی میطلبه که وانمود کنیم همه چی تو زندگیمون خوبه، ها؟ چقدر این طاقت فرساست، باعث تخریبتون میشه. اما وقتی میتونیم در نهایت بگیم که بله، من دقیقا این شخص هستم، به همه مسائلم نگاه کن، این بهمون کمک میکنه که انکار رو از دست بدیم و همچنین یه نفر دیگه هم وارد این پروسه میکنه و کمک میکنه که بیرون از انکار باقی بمونیم، چون اونا میتونن دربارش از هم سوال کنن. خب پس ما وقتی پیش یکی دیگه اقرار میکنیم، چیزایی رو از دست میدیم. حالا بیا درباره چیزی که به دست میاریم صحبت کنیم. همیشه بهتره سر وقت چیزی که به دست میاریم صحبت کنیم. خب اولین چیزی که به دست میاریم اینه که شروع میکنیم به دریافت شفایی که از کتاب مقدس بهمون وعده داده شده. دوباره به یعقوب باب 5 آیه 16 نگاه میکنیم. نزد یکدیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یکدیگر دعا کنید تا شفا یابید. کلمه کلیدی اینجا شفا هستش. حالا خوب توجه کنید، این آیه نمیگه گناهانتون رو نزد یکدیگر اعتراف کنید تا بخشیده شوید. خدا زمانی که توبه میکنیم و گناهانمون رو پیشش اعتراف میکنیم، میبخشدمون. حالا میگه که اگه میخواهید روند شفاتون رو شروع کنید، باید به یکی دیگه هم بگید دوستان، نه به هیچ دلیل دیگه. اگه میخواید اون شفایی که این برنامه قول میده و عیسی به شما وعده میده به دست بیارید، باید مشتاق انجام کارهایی باشیم که او به ما میگه. باور کنید، و وقتی کاری که به او میگه رو انجام میدیم، میتونیم بفهمیم که همه این وعده ها همیشه حقیقت دارن. اگه میخواید شفا پیدا کنید، باید گناهاتون رو پیش هم اعتراف کنید و برای هم دعا کنید. و من اینو دوست دارم، چون این یه خیابونه دو طرف است. فقط من نیستم که همه چیزای بد تو زندگیمو به شما میگم که شما بتونید منو قضاوت کنید و برام به عنوان یه مرد شکسته بیچاره دعا کنید، بلکه هر کدوممون برای اون یکی همین کارو باید انجام بدیم. من خرابکاریای خودمو به شما میگم، شما هم خرابکاریای خودتونو میگید، برای هم دعا میکنیم. دوباره چیزی که به دست میاریم آزادی رازامون ما رو در زنجیر اسارت خوش شده نگه میدارن. نمیتونیم به جلو حرکت کنیم، چه تو رابطه با خدا و هر کس دیگه ای. اما وقتی گناه ها و خطاهامون رو اقرار میکنیم، زنجیرها شکسته میشن و قدرت شفای خدا شروع میشه. به مزمور 107 آیه 13 14 نگاه کنید، میگه آنگاه در تنگی خود نزد خداوند فریاد برآوردند و ایشان را از تنگی های ایشان رهایی بخشید، ایشان را از تاریکی و سایه موت بیرون آورد و بندهای ایشان را بگسست. سمت دیگه این روند اعتراف نکردن به گناهه، اون گناهانی که مخفیشون میکنیم، و این خیلی زود رشد میکنه. به مزمور 32 آیه 3 و 4 نگاه کنید. اینجا داوود به ما میگه چه اتفاقی براش افتاده وقتی که سعی کرد گناهاشو مخفی کنه. اون میگه هنگامی که خاموش میبودم، استخوان‌هایم پوسیده میشد از نعره‌ای که تمامی روز میزدم، رطوبتم به خشکی تابستان مبدل گردید. وقتی اقرار میکنیم و از گناه برمیگردیم، شفا مییابیم. و وقتی این کارو میکنیم، خدا ما رو میبخشه و میتونیم رشد کنیم و آزادی رو به دست بیاریم. سومین چیزی که به دست میاریم حمایته.
وقتی صورت برداریم اونو با یکی دیگه در میون میذاریم حمایت دریافت میکنیم. یه نفر کنارتون قرار میگیره و کمکتون میکنه که متمرکز بمونید و میتونن بازخورد براتون مهیا کنن. وقتی فکر میکنیم که میدونین شاید اون قضا هم بد نبوده، اما میدونین چیه، من همه اینا رو شنیدم، همین قضا هم بد بوده. یا وقتی میگید میدونین چیه، هر جا این کارو کردم اشخاص لیاقتشو داشتن. این چیزا میتونن باهاتون بمونن و شما رو با حقیقت به چالش بکشن، اما بیشتر از همه شما کسی رو دارید که خیلی ساده به اونچه که باید بگید گوش میده، کسی که میتونید بشینید و بهش گوش بدید. پس چطور این کارا بکنید؟ چطور شخصی رو پیدا کنید که بتونید صورت برداریتون رو باهاش در میون بذارید و کوتاهیاتون رو اقرار کنید پیشش؟ چون شما کسی رو نمیخواید که شوکه بشه، شما کسی رو نمیخواید که میگه تو چی کار کردی؟ تو نباید این کارو میکردی. شما به قاضی هیئت منصفه نیاز ندارید. ما قبلا درباره این صحبت کردیم. رومیان باب 3 آیات 23 و 24 رو به خاطر بیارید. همه گناه کردن اما خدا ما رو بیگناه اعلام میکنه. اگر به عیسی مسیح اعتماد دارین، کسی که به رایگان گناهانتون رو برمی‌داره. و اول یوحنا باب 1 آیه 9 میگه اگر به گناهان خود اعتراف کنیم، او آمین و عادل است و گناهان ما رو بیامرزد و ما رو از هر نادرستی پاک سازد. شما فقط به یکی نیاز دارید که بشنوه. شما به کسی نیاز دارید که یه مسیحی در حال رشد باشه، کسی که با جشن آزادی آشنا باشه یا حداقل با 12 قدم آشنایی داشته باشه. اولین چیزی که باید دنبالش باشید اینه که شخص هم جنس شما باشه. این یکی از اون کارهایی که همیشه میخوایم اینطور انجام بدیم، مردها با مردها و زنها با زنها، کسی که بهش احترام میذارید، کسی که یه مسیحی در حال رشد باشه. دومین کاری که باید بکنید اینه که از حامی یا شریک پاسخگوییتون بپرسین. فقط مطمئن بشید که این اشخاص اصل 4 و قدم‌های 4 و 5 رو کامل کردن. این روند خیلی بهتر میشه وقتی که اون شخص با کاری که میکنید آشنا باشه. اگر باید براشون توضیح بدید که چه اتفاقی داره میفته یا چرا دارید این کارو میکنید، میتونه یکم سخت باشه، اما اگه اونا بگن نه این مهمه چون من هم باید ازش عبور کنم، اونا هم حس همدلی خواهند داشت، اونا هم قادر هستن باهاتون تجربه شخصی که ازش گذشتن رو در میون بذارن، از زمانی که اولین قدمو طی کردن یا وقتی که کوتاهیاشون رو پیش یکی دیگه اقرار کردن. همچنین حداقل میتونید بگید تو هم باید این کارو میکردی، پس میدونم تو برام آدم امنی هستی که میتونم باهاش صحبت کنم. بله. سوم این که با اون شخص قرار ملاقات بذارید. زمانی این کارو کنید که هیچ اختلالی تو برنامه‌تون نباشه. پس تلفن رو جواب ندید، پیام نفرستید، بچه‌هاتون رو نیارید جایی باشید که هیچ اختلالی حداقل برای 2 ساعت نباشه. میدونم که بعضی از شما این تجربه رو داشتید که براتون بیشتر از این مدت طول کشیده. بیایید اینو معقول نگهش داریم. اگر بیشتر از 2 ساعت بخواد طول بکشه، حداقل یه استراحت اون وسطش داشته باشید. شما میخواهید که این وقتو بدون هیچ اختلالی فقط با هم باشید تا وارد این روند بشید. به من پیشنهاد شد همه رو توی یه جلسه انجام بدم، چون دفعه دومی که همو میبینید ممکنه سخت‌تر باشه، پس کنار هم بشینید و با هم انجامش بدید. اینا راهنمایی‌هایی بود برای جلساتون وقتی که میخواهید فکر کنید که از چه کسی بخواهید بیاد تا کلاساتون رو باهاش در میون بذارید. وقتی به هم میرسید اول با دعا شروع کنید، طلب شجاعت، فروتنی و صداقت کنید. قبل از اینکه اما ببینید ازتون میخوام آیات اصل 4 رو بخونید که در راهنمای شراکت شماره 3 میتونید ببینیدش. با خدا، خودتون و بقیه رو راست باشید. یادتون باشه که صحبتاتون رو در تعادل نگه دارید، ضعف و قوتتون رو در میون بذارید. انزم اگه کسی هستی که ازتون خواسته شده این کارو بکنید، میشه به اون شخص کمک کنید در تعادل نگه داره صحبتاشو. وقتی 3-4 تا مورد منفی تعریف کرد ازش بپرسید مورد مثبت چی. وقتی دارن مدام ضعف رو بیان میکنن ازشون درباره قوت رو بپرسید. در نهایت هم با دعا تموم کنید. از خود برای این ابزاری که بهتون بخشیده شکرگزار باشید، همچنین به خاطر بخشش کاملی که در مسیح یافتید. برای شخصی هم که اونجاست خدا رو شکر کنید، کسی که این کارا رو همراهتون انجام میده. این خیلی مهمه. پس امشب میخوام تشویقتون کنم وقتی تو گروهاتون میرید دنبال کسایی تو گروهاتون بگردید که احساس راحتی باش دارید. همونطور که زمان پیدا کردن حامی یا شریک پاسخگویی گفتیم به افرادی که میفهمیدشون گوش کنید. امشب یه راه عالی برای پیدا کردن کسی تو گروهتون که باهاش احساس راحتی کنید اینه که وقتی دارن صحبت میکنن میشه دنبال کسی بگردید که باهاش در میون بذارید. و یه چیز دیگه، اگه قبلا این روند رو کامل کردید، اگه قبلا اصل 4 رو کامل کردید و قدمای 4 و 5 رو طی کردید، میشه توی گروهتون تجربه‌ای که داشتید در میون بذارید بقیه اشخاص تو گروهتون متوجه پیروزی آزادی که با کامل کردن این پروسه به دست آوردید بشن. داریم میمیریم اینو بشنویم، پس نیاز داریم ازتون بشنویم، چون میدونم که این به نظر سخت میاد. اما یه بار دیگه میخوام به یادتون بیارم که شما اولین کسی نیستید که باید این کارو بکنه. هر کسی که توی جشن آزادی رهبر بوده این پروسه رو کامل کرده و این روالی که مدت هاست همینطوری طی شده. با کمک مسیح و با همدیگه میتونیم این کارو بکنیم و اون آزادی که دنبالشیم رو به دست بیاریم. بیایید با دعا تموم کنیم. پدر آسمانی خدای خیلی ازت ممنونیم به خاطر این. خدایا میدونم این سخته. وقتی به مسائل زندگیمون نگاه کردیم، خود این پروسه به اندازه کافی سخت بود و بعد باید با تو صاف میشدیم و اینم سخت بود چون میترسیدیم از این که چی میشه، اما فهمیدیم که بیگناه محسوب شدیم، که تو ما رو به خاطر
گناهانمون بخشیدی، اما الان ازمون خواسته شده به یکی دیگه هم بگیم. این میتونه واقعا سخت باشه. پس خدایا میخواییم برای هر کسی که امشب اینجاست ازت درخواست کنم کسی رو براش مشخص کنی تا با هم وقت بذارن، تا بهشون اون شخص رو نشون بده که باهاش صورت برداریشون رو در میون بذارن و کاسیهاشون رو بهش اقرار کنن، اینطور بتونن اون آزادی که تو بهمون وعده دادی رو دریافت کنن. خدایا دعا میکنیم بعد از اینکه وارد این پروسه شدیم آزادی رو دریافت کنیم و اون رو با دیگران در میون بذاریم تا اونا همون چه که ما یافتیم و بیابند. عیسی دوستت داریم و ازت ممنونیم به خاطر همه کارهایی که برای ما کردی و خواهی کرد. در نام تو دعا میکنیم، آمین. امروز میخوایم درباره اقرار صحبت کنیم. من ایمانداری شکرگزار در عیسی مسیح هستم که در بهبودی از خشم و رنجم. اسمم براونه. دوستان میشه خودتون رو معرفی کنید؟ من فرانک هستم، ایمانداری شکرگزار در عیسی مسیح که در بهبودی از الکل و اعتیاد جنسی در اینجا هستم. من ایمانداری شکرگزار در عیسی مسیح هستم که در بهبودی از اعتیاد جنسی و خشمم و اسمم من جیمزه. اسم من دیوه. ایمانداری که شکرگزار در عیسی مسیح که در بهبودی از افسردگی و وابستگی و غرور هستم. ممنونم. اجازه بدید دستورالعمل رو بخونم. شماره 1، وقتی مسئله رو در میون میذارید بر افکار و احساسات خودتون تمرکز کنید. شماره 2، هیچ تدخل صحبتی پیش نیاد. تدخل صحبت یعنی دو نفر درگیر صحبتی میشن که دیگران رو از اون مستثنی میکنن. هر کس آزاده که احساساتش رو بیان کنه بدون هیچ اختلالی. شماره 3، ما اینجا هستیم که از هم حمایت کنیم نه اینکه بخوایم دیگران رو درست کنیم. شماره 4، رازداری و ناشناس بودن شرط اولیه شماست، البته به استثنای ما که جلوی دوربینیم. و شماره 5، کلام هانتامیز در گروه بهبودی مسیر محور هیچ جایی نداره. سراغ سوالاتمون. در بهبودی ما باید گناهمونو به خودمونو به خدا و به کسی که اعتماد داریم اعتراف کنیم. کدوم یکی از اینا براتون از همه سخت‌تره و چرا؟ من فهمیدم که اعتراف گناهانم به دیگران برام از همه سخت‌تره، چون خدا که خودش گناهان منو میدونه، منم گناهانمو میدونم، اما دیگران گناهانمو نمیدونن و من از طرد شدن میترسم. میترسم بهم خیانت کنن یا قضاوتم کنن. پس برام خیلی سخت بود که به دیگران اعتماد کنم. متشکرم. ممنونم فرانک. ممنون فرانک. برای من قطعا دیگران هستن. خدا اونجا خدا بود. خودش همام رازهای منو گناهان منو میدونه و فیض و بخشش داره. خودم من میتونم خودم رو ببخشم و برام راحته که تو فکرم به خودم اعتراف کنم، اما گفتن مسائل جلوی یه نفر دیگه از قضاوتشون و اینکه دربارم چطور فکر میکنن میترسم، چون سعی میکنم خودم رو آدم خوبی نشون بدم و اگه اونا اون رازهای تاریک و عمیق درون من رو بدونن نظرشون درباره من عوض بشه و قضاوتم کنن و این برای من سخته. ممنون جیمز. ممنون. منم مثل بقیه هستم. برای من هم اعتراف کردن به یه نفر دیگه سخته و من همیشه از طرد شدن و دریافت واکنش منفی میترسم و اینکه نظر مثبتشون ممکنه عوض بشه و از اینکه بعد از اعترافم میدونی چه بحثی ممکنه راجع به من بکنن میترسم. آره، از اینکه نظرشون عوض بشه. ممنونم. ممنون دیو. خب مثل شما منم همینطورم. من تو کلیسا بزرگ شدم، پس از بچگی میدونم که خدا همه چیزو میدونه. خودم میدونم چه کاری کردم، پس لازم نیست به خودم اعترافش کنم، حتی اگر انکارم کنم، ولی بازم خودم میدونم چی کار کردم. گفتن به دیگران سخت‌ترین قسمت برای منه، چون دلم نمیخواد منو پایین ببینن. دلم میخواد منو همه چی تموم ببینن، ببینن که من به بهبودی نیازی ندارم، که به کمک نیازی ندارم. غرور همیشه سر راه هم میاد. ممنون دوستان. ممنونم برام. بزرگترین ترس شما چیه؟ یا بزرگترین ترس شما از درمیون گذاشتن صورت برداریتون با دیگران چیه؟ یا اگه قبلا این کارو کردین بزرگترین ترستون چی بوده؟ من بزرگترین ترسم این بود که اونها علیه من ازش استفاده کنن تا به آزار دادن ادامه بدن، چون در گذشته برام اتفاق افتاده و به خصوص اولین بار باید با مشکل اعتماد کردن روبرو می شدم تا صورت برداریمو در میون بذارم. ممنون فرانک. ممنون فرانک.
برای من گفتن چیزهایی که تا به حال به هیچ کس نگفته بودم، نوشتنشون و گفتنش به شخص دیگه ای برای من سخت بود، چون میاد بیرون و حالا یکی دیگه این موضوع رو میدونه. آیا ممکنه که این موضوع رو به کس دیگه ای هم گفته باشه؟ میدونید ما رازداری داریم. من باور دارم، ولی این ریسک همیشه در ذهنم هست که آیا ممکنه اونو به یه نفر دیگه بگه یا غیبت کنه و موضوع پخش بشه و دیگران موضوع منو بدونن و بهش اشاره کنن. و راستش این بزرگترین ترس بود که تو زندگیم داشتم. ممنون جیمز. برای من گفتنش خیلی سخت بود. چیزایی بود که بعد از سالها عادتها و وابستگیها، کارهایی که جوانتر بودم انجام دادم که برام سخت بود به کسی بگم. میترسیدم اگه کسی دیگه ای بدونه چی میشه، ولی چیزی بود که باید میگفتم و بیان میکردم. چیزایی که ازشون خجالت میکشیدم و در واقع کمکی داشتم. خدا به هم کمک کرد تا از این درگیری که درباره گذشتم با خودم داشتم عبور کنم. آره، خدا کمکم کرد. ممنون دیو. بزرگترین ترس من این بود که نمیخواستم حامیم منو ضعیف ببینه. من یه مردم، باید همه چی کامل باشم، باهوشم، باید از پس خودم و کارم بر بیام، نه اینکه مدام در اعتیاد و مشکلم گیر بیافتم یا اینکه در خشمم گیر کنم. همچنین میترسیدم که اگه رو راست باشم و بگم که آیا بعدم میشه متوقفش کرد، خودم رو توی راه پلهی مال پیچ می دیدم که هی پایین و پایین و پایین تر می رفتم و دیگه بالا نمی اومدم. فکر می کردم غیر قابل تحمله و در فکرم غرق این افکار منفی شده بودم و نمی خواستم برم اونجا. می دونید اونجا جای ترسناکی بودش. ممنونم. یعقوب 5:16 میگه پس نزد یک دیگر به گناهان خود اعتراف کنید و برای یک دیگر دعا کنید تا شفا یابید. این آیه براتون چه معنی داره؟ اول از همه این آیه یعنی اینکه خداست که شفا میده. من مسئول شفا نیستم، بلکه خدا مسئوله. و این بسیار آزادی بخشه. دوم اینکه آیه به من میگه که من چیز خوبی به دست خواهم آورد، من شفا خواهم یافت. و چیزی که من از این فهمیدم اینه که با اعتراف کردن به دیگری به جای طرد شدن و خیانت که من ازش میترسیدم، فروتنی دریافت کردم. و همینطور به خاطر خود واقعی پذیرفته شدم به جای خود دروغینی که میخواستم نشون بدم. و این در بهبودی من خیلی، میدونید، در بهبودی من خیلی این تأثیر گذار بود. ممنون فرانک. برای من یعنی نیاز دارم اعتراف کنم، من نیاز دارم دعا کنم و نمیتونم تنها انجامش بدم. برای سالها سعی کردم تنها انجامش بدم، اما با اعتراف نزد دیگری و دعای ما دو نفر، میدونید دو یا سه بهتر از یکه، قوی تر از یکه و با خودش پاسخگویی داره و من به پاسخگویی نیاز دارم. پس این آیه همچنین برام مثل یه حکم میمونه که من نیاز دارم، باید اعتراف کنم، باید با یه نفر دیگه دعا کنم، باید پاسخگویی داشته باشم و بعد خدا شفا میده. ممنون جیمز. برای من به این معنیه که اون با کلامش به ما یاد داده که نزد دیگران اعتراف کنیم و اینکه من نیاز دارم گناهمو به دیگری بگم و بخوام برام دعا کنن. فهمیدم که با اعتراف کردن به حامیم اون میتونه دربارش حرف بزنه و براش دعا کنه. و وقتی دعا میکنیم این آرامش درونی میاد که خداوند میاد و کمکم میکنه و از اونها رد بشم و از اون گناهانی که مرتکب شدم بازگشت کنم و دوباره تکرارشون نکنم. ممنون دیو. به نظر من آیه دیگه هست که میگه اگه به گناهان ما اعتراف کنیم اون امین و عادل است و گناهان ما را بیامرزد و ما را از هر نوع درستی پاک سازد. ولی وقتی این آیه رو میخونم، اگه من شفا میخوام باید گناهامو به یه نفر دیگه اعتراف کنم. خدا منو میبخشه. میدونین
فوراً میبخشه. اما اگه از اون آسیب شفا میخوام، باید به یه نفر دیگه بدمش. فکر کنم که جیمز تو گفتی که ما نمیتونیم تنها انجامش بدیم. من سالها تلاش کردم که خودم تنها این کار رو بکنم، چون باهوشم. درسته من میتونم پسش بر بیام، اما به تنهایی پسش بر نیومدم. خب شما مدتی که در بهبودی هستین، آیا هنوزم فکر میکنین که لازمه با هامیتون صحبت کنین؟ کوتا بگم، آیا هنوزم خراب میکنید و هنوزم بهش اقرار میکنید؟ اینو برام توضیح بدین. قطعا و هنوزم برام سخته. غرورم هنوزم مزاحم میشه، غرور بهبودیم. اما فهمیدم که اگه میخوام رشد کنم باید برم جلو و بگمشو بذارم یکی دیگه هم بدونه و با هم دعا کنه تا من تنها پیش نرم. یعنی هنوز درست نشدی؟ خب نه. تو چطور جیمز؟ جواب کوتاه اینه بله، من حداقل یک بار در هفته رو در رو با هامیم صحبت میکنم و یکی دو بار هم در هفته باهاش تلفنی صحبت میکنم، چون بهش احتیاج دارم. من مدتیه که در بهبودی هستم و به این نتیجه رسیدم که تا روزی که خدا منو به خونه فرا بخونه کامل نمیشم. میدونید من انسانم، خراب میکنم، وسوسه میشم و به پاسخگویی نیاز دارم. پس به تماسم با شریک پاسخگوییم یا همون حامیم ادامه میدم. یعنی داری میگی که یه شبه عوض نشدی؟ نه من هنوزم درست نشدم برام. باشه، مرسی جیمز. تو چطور دیگه؟ قطعا اوایل من بهشون زنگ می زدم. اگه روزی 3-4 بار زنگ نمی زدم اوضاعم خراب بود. بدجوری به هم خیانت شده بود و هر کاری که می کردم اون خیانت یادم می اومد و خیلی آزارم می داد. نیاز داشتم که با یکی حرف بزنم به جای این که به اونایی که به هم آسیب زدن حمله کنم. و حتی حالا بعد از 3 سال روند بهبودی چند بار در هفته بهش زنگ می زدم. دیگه مثل قبل شکسته نیستم به لطف خدا و برنامه، اما هنوز تماس داشتن برام ضروریه. منم خراب می کنم، من کامل نیستم. فکر می کردم تو دیگه کاملی دی. فقط به چشم تو برا. ممنونم. برای منم همینطوره. من 8-9 ساله که در بهبودیم و هنوز خراب می کنم. هنوزم گناه میکنم و هنوزم نیاز دارم با حامیم تماس بگیرم و برم پیشش و بگم که من خراب کردم و فیض هست. اون فیض داره، خدا فیض داره، بخشش هست و شفایی که از طریق رابطه با حامیم برام هستش. منم هنوز به کمال نرسیدم. سخته، 29 سال طول کشید تا به جایی که بودم برسم و فکر میکنم 29 سالم طول بکشه تا بهتر بشم و بعد خراب کنم و بعد دوباره واقعا بهتر بشم. پس تموم نشده و منم درست نشدم. بذارید یه سوال دیگه بپرسم. با کسانی که مسئولشون هستین چطور بهشون فیض نشون میدین وقتی میانه میخوان چیزی رو بهتون اعتراف کنن؟ اول از همه بهشون میگم که این یک رونده و ما با توانایی خودمون درمان نمیشیم که بخوایم فرصت روزانه داشته باشیم، که شامل نگهداری از وضعیت روحانیمون هم میشه. و خیلی وقتا بهشون میگم که منم خراب میکنم. پس میفهمن که تنها نیستن و ما توی این مسیر با هم دیگه هستیم. خوبه، ممنون فرانک. اول از همه اگه کسی پیش من بیاد و اعتراف کنه، اول به خاطر اون اعتراف ازش تشکر میکنم، چون میدونم که سخته، همونطور که برای من سخته که به حامیم اعتراف کنم و اونها هم میدونن که من قضاوتشون نمی کنم، چون نمیخوام حامیم یا هیچ کسی من رو قضاوت کنه، نمیخوام خدا داوریم کنه. پس منم اونها رو قضاوت نمی کنم و اون فیضی رو که میخوام خدا و حامیم بهم نشون بده رو به اونها نشون میدم، چون همه ما گناهکاریم، همه خراب میکنیم. ولی همونطور که
قبلا گفتیم اگه اعتراف کنیم، اگه دعا کنیم، شفا میاد و اولین قدمش اعترافه. پس به خاطر اعتراف ازشون تشکر میکنم و بعد دعا میکنم و شفا میاد. ممنون جیمز. وقتی که حامی هستی خیلی موقعیت ویژه‌ایه. به رشد من کمک کرده. به طور روزانه همه ما مشکل داریم. همه ما هنوزم با مسائلی که باهاشون روبرو میشیم درگیریم. این رابطه خیلی خاصیه. من همیشه بخشش نشون میدم و کمکشون میکنم بفهمن ما داریم چیزایی رو میگیم که هر دومون روز گذشته در اون شکست خوردیم و این تشویقشون میکنه. چون شکست خوردن من مسخرهشون نمیکنم و یا پایین نمیبینمشون. ما همه شکست میخوریم و این خیلی عالیه که بتونی با یکی دیگه حرف بزنی. ممنونم دیو. من به کسانی که حامیشونم، به کسانی که رهبرشون میکنم، همون فیضیو که حامیم به خودم میداد میدم. چون همونطور که گفتین اعتراف به گناهانمون آسون نیست. گفتنش، اقرارش سخته، اما گفتنش به دیگری سختره. حامی من وقتی پیشش رفتم فیضشونم داد. منم به کسایی که حامیشونم فیض نشون میدم و ازشون تعریف میکنم. چون کار سختیه و آسون نیست. اصلا کار آسونی نیستش. دوستان ممنون برای اینکه اومدین. در پایان بیا دعا کنیم. پدر ممنون برای این مردان، ممنون برای شجاعتشون، ممنون برای این فرصت با هم بودن و صحبت کردن. خداوندا به این زمان برکت بده و حصار محافظتت رو گرداگرد ما بینندگان ما قرار بده. در نام عیسی آمین. شفا، آزادی، حمایت. کلمات قشنگیه نه؟ بازم میگم شفا، آزادی، حمایت. شفا و آزادی که انسان از درون تجربه میکنه، حمایت دوست و فامیل و عزیزانی که کنارش هستن و پشتیبانش هستن. کاش میتونستیم اینا رو هر روزه تجربه بکنیم. هممون احتیاج داریم. احتیاج داریم، شفا داریم. شفا از زخم هامون. زخم هایی که خودمون زدیم به خودمون، اشتباهاتی که کردیم، به زندگی خودمون صدمه زدیم. شفا از زخم‌هایی که دیگران به ما زدن. این زندگی، این دنیا پر از زخم هاست. از بچگی، از همون زمان بچگی ما از دنیا و از دیگران، حتی از عزیزانمون زخمی میشیم تا به پیری. این دنیا زخم توش زیاده. همه ما زخمی هستیم. و بعد شفا برای این زخم ها چیزیه که هر روز احتیاج داریم. آزادی، به آزادی از اسارت هامون، آزادی از گناهانمون، آزادی از این که مردم هی گذشته ما رو به رخ ما بکشن، بگن تو این بودی، تو این کارو کردی، این خودش اسارته. و بعد حمایت. چقدر قشنگه یک محیطی داشته باشی دیگران به جای اینکه سرکوبت کنن، هی بزنن، هی بگن نیستی، هی خوردت کنن، ناامیدت کنن. چقدر قشنگه محیطی که اطرافیان تو رو حمایت کنن، تشویقت کنن، میتونی، بکن، پشتت هستیم، کنارت هستیم، تنهات نمیگذاریم، تا به آخر خط برو، آزاد میشی، شفا پیدا میکنی. چه محیط قشنگی، محیطی برای عوض شدن، محیطی برای شفا، آزادی و حمایت. اینا دوستای واقعی هستن. چه خوب آدم دوستای واقعی داشته باشه. دوستایی که کنارش هستن، نه برای خورد کردنش، برای بلند کردنش. دوستایی که نه فقط میخوان جلوش رو بگیرن، بلکه پشتش، پشتیبان هستن، میخوان پشتش رو بگیرن. برو به جلو. در این سری درسای که در جشن آزادی هست، یه قسمت مهمش اینه که دوروبر دوستانی باشه. شاید همون افرادی که مثل خودت هستن، اونایی که درد نکشیدن درد تو رو درک نمی کنن. چقدر خوبه این سری درس ها رو تو با دو سه تا از دوستانت جمع بشید، هر هفته این درس ها رو مرور کنید و با هم انجام بدید اون تکالیفی که میگه، تا قدم به قدم با هم دیگه به سوی شفا و آزادی برید و حمایت بشید و حمایت بکنید همدیگه رو. چه محیط شیرینیه. و تو این محیط شیرین، محیط پرمحبت، خود خدا هم هست که همه شما رو عوض بکنه. شفا، آزادی و حمایت.
چیزی که همه ما بهش احتیاج داریم. خداوند ما رو شفا میده، کلام او شفا میده، قدرت او ما رو آزاد میکنه، روح القدس او وقتی در درون ما این قدرت برتر کار میکنه و وقتی که به دیگران اعتماد میکنیم و گناهان خود را نزد دیگر یک دیگر اعتراف میکنیم شفا میاد. میگه آخ 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 همش خوب بود، ولی این قسمت که گناهان خود را نزد یک دیگر اعتراف کن خیلی سخته. به اون سختی هم که فکر میکنی نیست. گناهان تو به عزیزانی اعتراف کن که کنارتن، پشتیبانتن، دوستت دارن، عاشقتن و با تو در این مسیر همراه هستن. یک قسمت مهم شفا و آزادی داشتن همچین دوستانی که کنارت هستن. شاید خانوادتن، شاید دوستایی هستن مثل خودت تو این مسیر دارن میرن جلو. با همدیگه به پیروزی خواهید رسید، شفا و آزادی رو تجربه خواهید کرد و خود شما باعث شفا و آزادی دیگران خواهید شد. در برنامه بعدی جشن آزادی یاد میگیریم که چگونه اینو انجام بدیم. حتما این برنامه رو ببینید.